بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نه در صحن مجلس بلکه در همان کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد. یعنی همان که خامنه ای میخواست پیش رفت. متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا. نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت. پس به وضوح مشکل دشمنان هستند و وحشت از آنها. قانون شورشی جونقان، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. پس مخالف و موافق و این همه کشمکش در مجلس ارتجاع چرا؟ مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را محدود یا تهدید کند حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند. اجرای حتی کوتاه مدت چنین طرحی آثار زیانبر و ماندگاری و در عمل نقض غرض است. نمی بایست بررسی چنین طرح مهمی را به تاریخ خانه بفرستد. این اعضای مجلس ارتجاع مخالف طرح هستند چون از خشم مردم و زیانباری آن میترسند. حالا موافقین طرح حرفشان چیست؟ در فضای مجازی خیانت شد. کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دادند. امروز فضای مجازی کشور اشغال شده است. و در زمانی که فضای کشور آرام تر بشود این موضوع را بررسی بنماییم که شرایط حساس کشور را در نظر بگیرید. پس موافقین هم وحشتشان از دشمن و مردم است. مردمی که حتی دستگیری یک هموطن خود را بر نمیتابند. کلاش به دست ریختم، حالا فیلمش را بعد این فیلم میذارم. ریختم اینجا بابا ما بردم. من پسر حبیب فدایم. اینم آثارش. منو زدن زیر لگد و مش برداشتن بابا ما بردن. مرد و جونقون کجان؟ مرد و چارمال بختیاری کجان؟ بیای بابا ما بردن. این همان پارادوکس وحشت و بن‌بستی است که موافق و مخالف طرح به آن اعتراف می‌کنند.